و اما اینجا در آمریکا اداره نظارت بر امور غذا و دارو FDA توصیه کرده که ورود افراد زیر 18 سال به سالن‌های برنزه کردن پوست یا تنینگ ممنوع شود و صاحبان این سالن‌ها خواسته که پیام‌های هشدار دهنده درباره خطر استفاده از نورهای برنزه کننده پوست در سالن‌های خود نصب کنند. همکارم دکتر شیده رضایی اینجا با ما در استودیو همراه هست تا نگاهی بکنیم به همین موضوع. شیده، بارها این تکرار شده که خطرناک هست، ولی چه خطری وجود داره و احتمال بروز چه اتفاقهایی هست بعد از اینکه افراد استفاده میکنن از وسایل برنزه شدن پوست؟ ببین، اصل قضیه مواجهه با سولاریوم یا اون اشعه ماور و بنفش از نوع A و B که A طول موج بلنده و B طول موج متوسطه. این نورها هستن که در نور طبیعی آفتاب هم وجود دارن، در سالن‌های برنزه سازی تقلیص شدن و بیشتر میزانشون بیشتره و خطر سرطان پوست رو بالا میبرن. علاوه بر این، سوختگی‌هایی که در مراحل پیش از سرطان نیست، ولی سوختگی میدن. سالیانه 3000 نفر توی امریکا به اورژانس مراجعه میکنن که در سالن‌های تنینگ سوختن، و آسیب های چشمی. البته عینک های محافظ استفاده میشه، ولی همیشه احتمال بروز آسیب های چشمی هم وجود داره. یک ارتباط قوی و غیرقابل انکار وجود داره پس بین این نورها و سرطان، و همین و اینکه احتمال بروز این عوارض چقدر بالا رفته. CDC یک گزارشی ارائه داده که گفته که به طور معمول سرطان ملانوما، سرطان خطرناک پوست، بین مردان بالاتره، دو برابر زنان. اما در چند ساله اخیر زنان 15 تا 29 ساله سفید پوست سرطان ملانوماشون دو برابر مردانه. خب آیا به همین دلیل هست که در مورد زیر 18 ساله ها هشدار داده شده؟ چرا اینها در معرض خطر بیشترین و هشدارهایی که باید داده بشه؟ مشید برای ما بگو که حاوی چه نکاتی باید باشه. ببین، در زیر 18 سال اولا سلول های بالغ و جوان همیشه احتمال خطر سرطانی شدنشون بیشتره، پس به همین دلیل افراد زیر 18 سال و نابالغ همیشه خطر گرفتن سرطان بیشتر دارن. اما در امریکا آمارها نشون میده 1,600,000 نفر زیر 18 سال به سالن‌های تنینگ در سال مراجعه میکنن، و در مجموع 65% کسانی که از این سالن‌ها استفاده میکنن زیر 22 سالن. پس این گروه در واقع بزرگترین گروه مراجعان به این سالن هاست. پس اینها را اگه کنترل کنن، یه گروه زیادی را خارج کردن از خطر. و هشدارها اینه که عکس‌های گرافیکی سرطان ملانوما و سرطان پوست خطرناک رو در سالن‌ها نصب کنن که افراد ببینن. که آره، مثل سرطان ریه که رو سیگار نصب میکنن. یه اشاره کوتاهی هم به ایران بکنیم، چون در ایران خیلی به خصوص در سال‌های اخیر شیوع داشته تمایل به برنزه شدن. ببین، آمار رسمی مراجعه در ایران وجود نداره، ولی کن همین مرداد ماه امسال مدیر گروه اونکولوژی و سرطان خون در ایران اعلام کرد که افزایش سرطان ملانوما یا نوع خطرناک پوست بسیار قابل توجهه. خیلی سپاسگزارم دکتر شیده رضایی، با ما همراه بودید در این بخش از ساعت خبر.